وقتی کتاب مقدس نگاه میکنیم باغ عدن رو نگاه میکنیم خدا انسان آدم و حوا رو در باغ خلق میکنه و توی این باغ میذارتش چرا در باغ میذارتش اولین چیزی که در واقع پیغام بسیار ساده در کتاب پیدایش چرا خدا انسان رو در باغ میذاره قانون در واقع تمام پادشاهان زمین اینه باغ مقر سلطنت و پادشاهی یک پادشاهه بدون برو برگرد باغ پیغامش اینه که یک صاحب داره و اون پادشاهه به همین دلیل اگه شما دقت کرده باشید چرا عروسی ها رو تو ایران دوست دارن تو باغ بگیرن چون عروسیشون شاهانه میشه چرا وقتی نگاه میکنیم در بابل میبینیم باغ در واقع بابل یه باغ بزرگی داره که جزو عجایب هفتگانه در واقع محسوب میشد چرا در واقع نبوکندسه بعد باغ داشته باشه چرا پادشاه آشور باغ داره برادرم اینجا هست چرا باغ داره چون پادشاهه پادشاه باید باغ داشته باشه در تمام جا چرا کورش باغ بزرگی داشت چون که پادشاهه باید باغ داشته باشه و در واقع باغ قلمروی پادشاهی رو نشون میده اعتبار یه پادشاهی نشون میده هرچی باغش بزرگتر هرچی پرمیوه‌تر هرچی زیباتر در واقع عظمت و حیبت اون پادشاه رو نشون میداد به همین دلیل خدا زمانی که در واقع آدم رو خلق میکنه در اونجا میذاره اولین چیزی که داره اعلام میکنه که من پادشاهم و باغ دارم و تو رو به پادشاهی دعوت کردم که در باغ پادشاهی من زندگی بکنی آمین این همون چیه که کتاب مقدس ما داریم میخونیم روزانه آدم رو خلق کرد در باغ گذاشت چرا در باغ چون فقط قشنگ بود نه باغ سمبل پادشاهیه به همین دلیل وقتی ما نگاه میکنیم اورشلیم آسمانی علا رقم تمام زیباییش با سمبولی از باغه چون که پادشاه پادشاهان رب و لرباب خدای خدایان عیسی مسیح در اونجا سلطنت میکنه و جالبه میگه در آسمان عروسی برپا خواهد شد و این عروسی تو باغه هللویا این عروسی تو باغه چون که پادشاهه